اگه میبینیم من یه گم میشم بدونیم که حتما حتما یه اتفاقی افتاده. هر روز صبح من اینجوری شروع میشه. خیلی خوبه. Good morning. امروز روز شنبه است. من و برم سر کار طبق معمول، چون که من مغازه که میرم شنبه ها میرم. شیفتم 7 ساعته، ساعت 10 صبح شروع میشه تا ساعت 5. میخوام که امروز با خودم ببرمتون محل کارم نشون بدم اگه وقتش پیش بیاد، اینکه آلم خب آماده شم، یه چیزی بخورم. از اینجا تا سر کارم 15 دقیقه است، یعنی من میخوام برم پیاده میرم. ولی خب امروز همکارم میاد دنبالم با ماشین، با هم میریم دیگه، چون 15 دقیقه دیگه به نظر من نمیارزه بخوام با ماشین برم. ولی خب دیگه وقتی که میاد دنبالم چرا که نه. من حرف نمیزنم، با من باشین امروز رو. ببین هر روز صبح من اینجوری شروع میشه، یعنی وای این کفری افتن زمین. اوکی، یکی به من کامنت داده بود جلوی دوربین میکاپ کردن و اول ویدیو گذاشتن خست شده. کی گفته؟ چرا چرت و پرت میگه؟ حالا اینو کی گفته بود؟ یه مرد گفته بود، کسی که اصلا خودش هیچ کاری نمیکنه. به نظری خیلی چرتی داد، یعنی کسی که میاد جلوی دوربین آماده میشه خزه. از اونجایی که داداشمون دوست داشت که جلوی دوربین حاضر نشم، براش حاضر میشم که عشق بکنه. ولی در کل به خاطر اینکه یه قسمت از روزم دارم نشون میدم، دوست دارم که همش باشه، نه اینکه یه تیکه یه تیکه. Okay. This is my eyeliner. Okay, آقا that's it. یه دونه روژ لبه خیلی ملایم من میزنم و لباسام میپوشم و میرم. من شنبه میام اینجا مغازه کار میکنم و الان روزیه که هوای خور سرد و کسی نیومده زیاده. کار منم اینه که ماشینیا رو کمک بکنم که شنبه مورد نظرشون بخرم. شنبه که ما داریم همشون بخفتی گرمی، جنسشون خیلی خوبه و قیمتشون زیاده، واسه همین هر کسی نمیاد داخل مغازه. ولی اصلا از هر 10 نفر 8 نفر 9 نفر شعبار میخرن میبرن و مشتری ثابتن. من ساعت کاری مثلا 10 صبح تا ساعت 5 خیلی خوبه، هم ساعتم کمتره هم موقعم نسبت به جای قبلی بیشتره، به من خیلی نزدیک تره. الان بیمونی اینجوری هم خیلی خستم. 1 ساعت و 20 دقیقه دیگه
تمام. الان وقت استراحت همه 45 دقیقه. Time to work out. Guess who is back. اگه میبینید من یهو گم میشم یا مثلا ویدیو ازم نمیاد، بدونین که حتما یه اتفاقی افتاده. 100% شک نکنید، وگرنه من اگه توی روتین خودم باشم حتما کاری که باید بکنم و میکنم. ولی اگه از روتین یهو خارج شم به خاطر مشکلات، پس حتما نمیشه یعنی ویدیو بذارم. من توی این چند وقت اصلا خیلی داستان دارم و باورتون نمیشه چقدر فشار زندگی داره اذیتم میکنه. اینجوریام که خدایا بس دیگه، نمیتونم. ولی نمیدونم دارم چه جوری ادامه میدم. واقعا بعضی وقتا خودم به خودم شک میکنم. حالا مهم نیست، اینجا اصلا نمیدیم انرژی منفی بدیم، ولی هر اتفاقی که میفته سعی میکنم که سر خودم رو گرم بکنم. میدونی مثلا چون وقتی اتفاق زیاد میفته عصبی تر میشی، وقتی هم که عصبی تر میشی باید هرس تو خالی کنی. واسه من باشگاه اون هرس خالی کردن نیست، یعنی میرم اونجا میترکونم و هم هرسم خالی میشه، همین که یکی از کاری که باید رو انجام دادم. خب رفتم امروز خرید کردم واسه خونه. بخشال من خیلی زود خالی میشه، نمیدونم مورچه میزنه، نمیدونم کی میخوره به جز خودم تو این خونه. واخه اینقدر همه چیز گرونه. میدونم این چندم ویدیویی که من دارم همش میگم همه چی گرون شده، واسه همینه من میگم این زندگی دیگه به درد نمیخوره. آقا تموم کنیم بریم همم. اصلا از درسام نگم براتون، دارن همینجوری گاز میده نان استاپ، داریم میریم جلو. مثلا امروز سر کلاس فیزیک یه جلسه نبودم چون مریض بودم، بعد اینجوری موندم گفتم من نبودم یه جلسه، چرا اینقدر سریع پیش رفتیم؟ بعد اصلا نمیفهمیدم داستان چی به چیه، بعد توضیح میدم من نمیفهمم چیکارش کنم. الان هم یکی از بسترسام اضافه شده، باید به این فکر باشم که یه مپ درست کنم واسه دانشگاه. حواسم به این باشه که دیر اقدام نکنم که جا رو بگیرن، وگرنه باید یک سال تموم کار کنم.